سلام و درود های ما را پذیرا باشید. موضوع امروز درباره یک از باشگاه های تاپ اروپا هست و بدون شک شما هم می دانید که رئال مادرید هست. باشگاه تقریبا پیشبینی فصل بعدش بسیار دشوار هست. کهکشانی ها فصل سخت را پشت سر گذاشتند. آنها تا آخرین دقایق برای فتح لالیگا جنگیدند و در ال کلاسیکو هم در بازی رفت و هم در بازی برگشت پیروز شدند. اما بعد از آن آنها در جدال برای فتح لالیگا قافیه را به اتلتیکو باختند. آنها تا مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان نیز پیش رفتند ولی نتوانستند از صد به نام چلسی عبور کنند. آنها با رهبری زیدان تا انتهای فصل با پیچ و خم‌های زیادی روبرو شدند و در پایان بدون هیچ دستاورد زیدان هم تاب نیاورد و رئال مادرید را ترک کرد. خب فصل بعد برای این تیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا می توانیم انتقالات کهکشانی از پرز کهنه‌کار و با تجربه و تصمیم‌های شگفت‌انگیز را از آنچلوتی انتظار داشته باشیم؟ پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید تا با هم نگاهی به ترکیب احتمالی کهکشانی ها در فصل پیش رو داشته باشیم. اما قبل از همه یک لایک به این ویدیو بزنید و اگر جدید هستید کانال ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما هم مطلع شوید. آیا آنچلوتی مربی در خور رئال مادرید هست؟ خب ویدیویمان را با آنالیز انتخاب مربی آغاز میکنیم. بعد از جدای زیدان اینک تیم توسط کارلو آنچلوتی هدایت میشود. به نظر زمان امتحان دوباره آنچلوتی فرا رسیده است. سال 2014 رئال مادرید تحت هدایت آنچلوتی دهمین قهرمانی خود در رقابت‌های اروپایی را بعد از یک دوره بسیار طولانی جشن گرفت. آیا آنچلوتی در فرمی نیست که بتواند دوباره برای فتح جام‌ها بجنگد؟ مشکلات کارلتو از بایر مونیخ شروع شد، جایی که شایعه شده بود که تیم توسط پسر او دیوید هدایت می شود که به عنوان دستیارش با او کار می کند، نه خود آنچلوتی. گذشته از اینکه این شایعات راست بود یا دروغ، مدیریت تیم مجبور شد که آنچلوتی را در میان فصل به دلیل باخت به پی‌اس‌جی از هدایت تیم برکنار کند. بعد از آن کارلو آنچلوتی هدایت ناپولی و اورتون را بر عهده گرفت که تیم‌های آنچنان قدرتمندی هم نیستند. کارلتو با این تیم ها هم به جایگاه خاصی نرسید، جز اینکه توانست ناپولی را با فاصله امتیازی بسیار بالا بعد از یوونتوس به رتبه دوم سری آ برساند که اصلا ناپولی در قامت یک مدعی در برابر یوونتوس دیدن نمی شد. آیا واقعا رئال مادرید در حال حاضر نیازی به چنین مربی دارد؟ سوال واقعا منطقی که باید به آن فکر کرد. نباید منکر آن شد که کارلو در رئال مادرید گذشته بسیار درخشان دارد. قهرمانی در لیگ قهرمانان و بالاترین درصد برد را در تاریخ مربیان رئال مادرید به ثبت رسانده است. یعنی رئال تحت هدایت آنچلوتی 75% از بازی‌ها را به پیروزی رسیده بود. اما به نظر می‌رسد او دیگران نیروی جادویی را با خود ندارد. اما در رئال همیشه یک چیز اهمیت دارد، نتیجه خوب و پیروزی. گسلن بایده های کهنه و منسوخ جایگزین نمی‌شود. همزمان رئال مادرید مجبور بود بند فسخ قرارداد آنچلوتی را هم به اورتون پرداخت کند، چرا که تا سال 2024 با آنها قرارداد داشت. به گفته پرز آنچلوتی یک مربی کارکشته و با سابقه است که میتواند از پس هر شرایطی براید. آیا این بار هم اوضاع به کام آنچلوتی خواهد بود؟ اما وضعیت با این حقیقت پیچیده می شود که کارلو آنچلوتی با اداره مالیات اسپانیا مشکل دارد. از سال 2015 تا به حال او حدود 1.5 میلیون یورو به خاطر اعلام نادرست حقوق خود به اداره مالیات اسپانیا بدهکار است. با محض ورود او به مادرید اداره مالیات به سراغ آنچلوتی آمدند. بدون شک موفقیت یا عدم موفقیت آنچلوتی تأثیر مستقیم به نقل و انتقالات رئال مادرید خواهد داشت. البته موضوع اصلا ساده نخواهد بود. مطمئنا این تنها دلیلی بود که زیدان به خاطر آن رئال مادرید را ترک کرد. آیا رئال هیچ خریدی نخواهد داشت؟ پرز در یک مصاحبه گفته بود که رئال مادرید در حال حاضر ترکیب خیلی خوبی دارد. رئال همیشه سعی میکند که بهترین های دنیا را در خود داشته باشد، اما این در حال حاضر مشکل هست. ما تیم خیلی خوبی داریم و بازیکنان جوان زیادی داریم که باید از آنها محافظت کنیم. طبق تجربیات قبلی کارواخال در سن 18 سالگی جذب شد. راموس 19، واران و مارسلو هم 18 ساله بودند که به رئال پیوستند و آنها بهترین های تاریخ رئال مادرید هستند. شما باید جوانان با استعداد را جذب کرده و ضمن کار با آنها باید از آنها به درستی مراقبت کنید. به نظر جیب های پرس خالی شده است. مطمئنا رئال هم بدهی های زیادی دارد و آن هم رقم های بزرگ. با همین خاطر بود که پرز اصرار به ایجاد سوپر لیگ داشت. بدهی های رئال مادرید کلا 900 میلیون یورو هست که 355 میلیون آن کاملا واضح است بابت بازسازی سانتیاگو برنابئو. البته این هم مبلغ کمی نیست. البته در مقایسه با بارسلونا آنها وضعیت نسبتا بهتری دارد، ولی این مبلغ هم دلهره‌آور هست.
به هر حال پرز قصد دارد که حداقل یک خرید کهکشانی در این تابستان داشته باشد. کیلیان امباپه و یا ارلینگ هالند حداقل یک از این دو ستاره. البته تا به حال همه چیز در حد یک شایعه است و جابجایی صورت نگرفته است. با وجود تنش در رابطه امباپه و مدیران پرز، امکان انتقال امباپه برای آل مادرید در این تابستان بسیار بالا است. تا جایی که چند روز پیش اعلام شد که امباپه رسما اعلام کرده که هیچ علاقه ای به تمدید قرارداد با پرز ندارد. خصوص گایگو خبرنگار کادناسر یک از رسانه‌های معروف اروپایی اعلام کرد که رئال امسال هیچ خریدی نخواهد داشت مگر کیلیان امباپه و یا هالند. پی‌اس‌جی به هر نفع تلاش خواهد کرد که امباپه را در پاریس نگه دارد. حتی آنها برای نگه داشتن امباپه قرارداد برادر کوچکی او آیتون را نیز تمدید کردند که در اکادمی پی‌اس‌جی تمرین می‌کند. با همه اینها گزارش‌ها حاکی از آن است که امباپه پیشنهاد تمدید پی‌اس‌جی را رد کرده و راهی تعطیلات تابستانی شده است. خب جذب ارلینگ هالند چطور؟ طبق گزارش منابع مختلف، دورتموند در ازای واگذاری هالند حدود 175 تا 200 میلیون یورو می‌خواهد. این رقم بسیار بالایی است. البته نه تنها رئال بلکه چلسی نیز وضعیت این جوان نروژی را زیر نظر دارد. دورتموند نمی‌خواهد که هالند را به این راحتی‌ها از دست بدهد. آنها تا انتهای پنجره نقل و انتقالات پیشنهادات را رد خواهد کرد تا بتواند رقم دلخواهشان را از انتقال هالند به جیب بزنند. روزنامه آیس نوشت که رئال مادرید از چانس بالایی برای خرید هالند برخوردار است، اما آنها تا تابستان سال 2022 صبر خواهند کرد. ترکیب فصل بعد رئال مادرید چگونه خواهد بود؟ در قدم اول ترکیب اصلی شامل جوانان ایدن هازارد و گریت بیل خواهد بود. آیا واقعا میتواند چنین باشد؟ با احتمال زیاد بله. طبق گزارش مارکا، مدیران رئال به اطلاع آنچلوتی در ابتدا رسانده است که باشگاه در پنجره نقل و انتقالات تابستانی پول زیاد خرج نخواهد کرد. سرمربی ایتالیایی پیشاپیش از همه چیز باخبر است. او با هر آن چیزی که در دست دارد وارد رقابت‌ها خواهد شد. گرت بیل که فصل قبل در تاتنهام به طور قرضی بازی میکرد اخیراً به مادرید بازگشت. در روز رونمایی از گرت بیل، آنچلوتی کاملاً حمایت خود را از او اعلام کرد. با وجود دقایق کمی که او در ترکیب قرار گرفت، اما گل‌های زیادی به ثمر رساند. بیل در بازی‌های اخیر واقعاً موثر بود. من شناخت خوبی از او دارم. اگر فرصت کافی به او داده شود، بدون شک او فصل فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. طبق نظر آنچلوتی، مارتین اودگارد جوان نروژی که فصل قبل به عنوان بازیکن قرضی در ترکیب آرسنال قرار داشت، می‌تواند نیروی تازه در ترکیب رئال مادرید باشد. بالاخره این بازیکن جواز حضور در ترکیب اصلی رئال مادرید را دریافت کرد. و با مدت 6 سال در اختیار رئال مادرید بوده است که همواره به عنوان بازیکن قرضی در تیم‌های دیگر بازی می‌کرد. همچنان باشگاه روی ستاره بلژیم خود حساب ویژه‌ای باز کرده است، اما انتخاب هازارد شک و تردیدهای زیاد را به همراه دارد. ستاره که با مبلغ سنگین 100 میلیون یورو به خدمت گرفته شد، همواره درگیر مصونیت‌های عضلانی بوده است. از 7 مصونیت او در فصل قبل 6 تای آن عضلانی بوده است. در حقیقت هازارد بیشتر وقت خود را در درمانگاه‌ها سپری کرده است. او از زمستان تا قبل از شروع مسابقات یورو در حال ریکاوری بود تا در ترکیب بلژیم به میدان برود. بعد از ورود به ترکیب و حضور در چند بازی، او دوباره دچار مصونیت شد. باشگاه با راموس قطع همکاری کرد و قرارداد او تمدید نشد. وضعیت ماندن واران هم در حاله از ابهام قرار دارد. او به نظر می رسد که با منچستر یونایتد به توافق رسیده و ممکن است رئال را ترک کند. دیوید آلاوا مدافع اتریشی که توانایی بازی در دو موقعیت کناره‌ها و مرکز زمین را دارد، به طور رایگان به خدمت گرفته شد. آیا کهکشانی‌ها می‌توانند روی او حساب کنند؟ آنهایی که رئال قبلا روی آنها حساب کرده بود و آنهایی که برای رئال جام‌های زیادی به ارمغان آورده بود، دیگر آن نیروی جادویی جوانی را با خود ندارند. مارسلو 33 ساله است. کریم بنزما 33، کروس 31 و مودریچ هم به زودی 36 خواهد شد. همزمان با این، یک یا دو سال دیگر قرارداد این اسطوره‌ها به پایان خواهد رسید. وان هانز می تواند به سرنوشت راموس دچار شود. بیایید نگاهی به ترکیب احتمالی رئال مادرید در فصل 2021-22 داشته باشیم. در این دروازه بدون شک ماتیبو کورتوا را خواهیم داشت. دفاع‌های مرکزی را به احتمال زیاد دیوید آلابا و ادر میلیتائو شکل خواهد داد. مندی و کارواخال و یا مارسلو کارواخال در کناره‌های زمین. مرکز زمین هم با این سه نفر می تواند شکل بگیرد. کروس، کاسمیرو و والورده. همزمان خط حمله می تواند به حضور بنزما، وینیسیوس، فیاد، رودریگو، گریت بیل شکل بگیرد. پنجره نقل و انتقالات تابستانی تازه باز شده است و اتفاقات زیادی ممکن است باز هم رخ دهد. احتمال اضافه شدن امباپه هم در این ترکیب بسیار بالا است. شما در مورد این ترکیب چه فکر می کنید؟ لطفا نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما شریک سازید.
شاید رئال مادرید بتواند فصل بعد به عنوان برسد، حداقل در اسپانیا. با اینکه بارسلونا از فصل قبل دچار بحران شدید شده است و اتلتیکو باید است که بتواند از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. منبع اصلی این آنالیز سایت اینساید فوتبال هست و ما فقط سعی کردیم که آن را با شما شریک سازیم. سپاس از توجه گرم شما عزیزان.